سلام امروز میخوام براتون در مورد سه تا از اجسامی که همین اخیرا جیمز وب ازشون تصویر برداری کرده صحبت بکنم یو اف او زیگزاگ انیشتین و کلاه مکزیکی البته این تصاویری که دیدی ریش دی ربطی به اون اجسامی که جیمز وب ازشون تصویر گرفته نداشت در واقع این اجسام هر سه تا اجرام نجومی هستن که جیمز وب ازشون تصویر برداری کرده و خیلی انجام شگفتانگیز و برانگیزی برای منجمها هستند که تو این ویدیو میخوام در موردشون باهم صحبت بکنم با من همراه باشید. خب اولین جرمی که میخوام در موردش براتون صحبت بکنم یو که هیچ ربطی به این بشقا پرنده ها و یو و اینها نداره در واقع اینجا منظور از یو اف اشیاء تخت فوق قرمزه یک سری کهکشان هایی که تا قبل از این برای تلسکوپ های دیگه مثل تلسکوپ هابل کاملا نامرئی بودن ولی توی تصاویر مادون قرمز جینز وب خیلی پرنور خودشون رو نشون دادن ویژگی ظاهر این کهکشان همینی که به شکل دیسک های قرمز خیلی کشیده ای و اونقدر نور مرئی کمی از خودشون ساطع میکنن که توی تصاویر هابل دیده نمیشن ولی نور مادون قرمزشون در اون حدی بوده که جینزب تونسته اونها رو به خوبی نمایش بده و فقط یکی دوتا هم از اینها پیدا نشده یه تعداد زیادی از اینها رو جینزب تونسته تأثیر برداری کنه این کهکشان ها از همون اوایل شروع به کار جینزب شروع کردن توی تصاویر جینزب خودشون رو نشون دادن اینجا میتونید تعداد زیادی از این نوع کهکشان‌ها رو که جینزب تونسته تصویر برداری کنه ببینید و تصویر اونها رو در مقایسه با تصویر تلسکوپ فضایی هابل ببینید. اولین سوالی که برای پژوهشگرا پیش اومد بعد از مشاهده این نوع کهکشان‌ها این بود که این تخمین‌های ما از تعداد کهکشان‌های موجود تو جهان چقدر می‌تونه درست باشه با توجه به اینکه الان داریم تعداد زیادی کهکشان مشاهده می‌کنیم که تا قبل از اون اونها رو ندیده بودیم. در واقع بعد از اینکه اومدن نور این کهکشان‌ها رو دقیق‌تر مورد مطالعه قرار دادن و سن اونها و فاصله اونها رو تخمی زدن دیدن این کهکشان ها مربوط به حدود یک تا چهار میلیارد سال بعد از بیگ بنگ میشن یعنی زمانی که خیلی پیش بینی که کهکشان‌های خیلی زیادی تو اون زمان وجود داشته باشه ولی الان داریم می‌بینیم که تعداد زیادی کهکشان‌ها مربوط به اون زمان وجود داره و این تخمین‌های ما از تعداد کهکشان‌های موجود توی جهان رو کلا تغییر می‌ده نکته جالب دیگه اینه که همه این هایی که توی این زمان پیدا شده همشون شبیه هم هستن یعنی خیلی بزرگ و کشیدن و نور مادون و قرمز زیادی هم از خودشون ساطع می‌کنه مطالعات بیشتر نشون داد که این کهکشان‌ها پر از گرد و غبار هستند و این گرد و غبار خیلی زیاده که اون نور مرئی اونها رو گرفته و فقط نور مادون قرمز رو میذاره از خودش عبور بده یا حتی ممکنه بتونیم بگیم که اینها توده های عظیمی از گرد و غبار و گاز هستند که شبیه کهکشانه تقریبا همه این کهکشان‌های جدید کشف شده ابعاد و اندازههایی در حدود کهکشان راه شیری دارن ولی حدود هزار بار سرعت تولید ستاره بیشتره اگه براتون سواله که دانشمندا چجوری این سرعت تولید ستاره ها رو انزگیری میکنن باید بگم که از روی طیف اون نوری که دریافت میکنن و میزان هیدروژن و هلیوم موجود توی اون طیف میتونن تشخیص بدن که چقدر ستاره های اولیه در حال شکل توی این کهکشان ها هستن در واقع همینجوری کهکشان بزرگی که سرعت تولد ستاراتشون خیلی زیاده برای منجمه همیشه سوال و معما بوده که چطوری شکل گرفتن و حالا کشف این کهکشان که جدید معما رو پیچیده تر هم کرده چون هم توی زمان و فضایی مشاهده شدن که تا قبل از اون تصور نمیشد کهکشانی که وجود داشته باشه هم مقدار گرد و قبار اونها خیلی بیشتر از اون چیزیه که پیش بینی میشد و سرعت تولد ستاره توی اونها هم خیلی فراتر از اون چیزی بوده که دانشمندا تصور میکردن میتونه وجود داشته باشه در واقع معمای اصلی اینه که این همه گرد و غبار این کهکشان از کجا اومده و بعد هم سوال بعدی اینه که این کهکشان ها در حال حاضر کجان و چه شکلی شدن چون ما توی فاصله چند میلیارد سال نوری از خودمون یعنی توی زمان اخیر همچین کهکشان رو مشاهده نمی کنیم. و هیچ نمونه مشابه از اینها رو تا حالا ندیدیم یعنی در واقع اینا یه تعداد کهکشانی هستن که یه چند میلیارد سالی وجود داشتن و تو مدت گرد و خیلی زیادی رو از یک منبع نامشخصی جمع کردن و بعد هم ظاهرا به یک چیز دیگه تبدیل شدن که ما دیگه اونها رو مشاهده نمی کنیم نکته جالب دیگه در مورد این کهکشان ها اینه که همشون شبیه کهکشان راه شیری یعنی همشون کهکشان های مارپیچی دیسکی شکلی هستن که یک ساختار مشخصی دارن در صورتی که کهکشان‌ها ها به طور کلی میتونن شکل‌های های متفاوتی داشته باشن میتونن بیزی شکل باشن میتونن کروی باشن میتونن شکل نامشخص داشته باشن ولی این کهکشان‌های های خاص همشون مشابه هم هستن و شبیه ساختار کهکشان راه رو دارن در اینکه الان دو ساله دارن روی این نوع ها مطالعه میکنن و غیر از اینکه هی نمونهای بیشتری از اونها پیدا میکنن هنوز نتونستن جوابی برای اون سوالات و ابهامات پیدا بکنن خب بریم سراغ مورد بعدی و اونم مشاهده یه چیزیه که منجما اسمش رو گذاشتن زیگزاگ انیشتین حالا چرا زیگزاگ انیشتین ببینید ما حلقه انیشتین و صلیب انیشتین داشتیم و حالا این مورد جدیدیه که اسمش گذاشتن زیگزاگ انیشتین قضیه از چه قراره طبق نسبیت انیشتین نور توسط گرانش میتونه خم بشه طبق نسبیت عام این رو انیشان پیش بینی کرده بود و این اولین بار توی یک خورشید گرفتگی مشاهده شد یعنی موقع خورشید گرفتگی که نور ستارهای اطراف خورشید دیده میشه دیدن که یه سری ستاره هایی که در واقع باید مثلا توی یه نقطه ای باشن توی یه نقطه دیگه, دیگه دارن دیده میشن و این به خاطر خم شدن نور اونها توسط خورشید بوده که مکان ظاهری اونها تغییر کرده بعد از اون با ساخته شدن تلسکوپ های قوی تر ما تونستیم مقدار زیادی از این خم شدگی های نور توی فضا رو مشاهده کنیم که به صورت عام بهشون عدسی گرانشی میگن چون اتفاقی که برای نور میفته شبیه اتفاقی که موقع عبور نور از یک عدسی میفته یعنی یک جسم با جرم زیاد جلوی یک منبع نوری هست نور اون منبع نور میاد از اطراف این جسم عبور میکنه و خم میشه و شبیه یک عدسی که نور رو خم میکنه اون جرم بزرگ هم نور رو خم میکنه و ما یک تصویر دفرم شده و تغییر شکل یافته از اون منبع نور اصلی رو میتونیم ببینیم تقریبا توی تمام تصاویر عمیقی که جیمز با هابل و تلسکوپ های اینجوری از اعماق فضا میگیرن این عدسی گرانشی مشاهده میشه حالا وقتی که اون منبع نور و این جسمی که جرمش میخواد نور رو خم بکنه توی یک زاویه خاصی نسبت به ما قرار بگیرن اون منبع نور اصلی به صورت یک حلقه ای دیده میشه که بهش حلقه انیشتن میگن و از این حلقه انیشتن هم تا حالا تعداد خیلی زیادی تونستیم مشاهده کنیم یه حالت خاص دیگه هم وجود داره که نور اون منبع توی چهار نقطه خاص دیده میشه در اطراف اون جسمی که جرمش زیاده و بهش صلیب به انیشتن میگن یکی از ویژگی‌هایی که این عدسی گرانشی دارن اینه که باعث میشن که ما بتونیم کهکشان رو ببینیم که در حالات عادی امکان دیدنشون نیست یعنی این عدسی‌ها نور اونها رو طوری خم و تقویت می‌کنن که برای تلسکوپ ما مرئی میشن یکی از این مواردی که اخیرا هابل به صورت اتفاقی ازش تصویر برداری کرده بود لنز چرخ و فلکیه این تصویری که میبینید در واقع تعداد زیادی کهکشان هستن در فواصل مختلف که توسط این عدسی گرانشی نمایان شدن تو این تصویر این شماره مربوط به یک کهکشان میشن و اون حروف ABCD هم تصویر مختلف از همون یک کهکشانه یعنی مثلا کهکشان چهار یه قسمت تصویرش اینجا افتاده یه قسمت اینجا یه قسمت اینجا و یه قسمت اینجا حالا جیزه از یک نوع جدیدی از اینها تصویر برداری کرده به اسم J1721 8842 که در نگاه اول به نظر میاد که یکی از همون سلیب های انیشتنه یعنی از همون عدسی گرانشی گرانشیه که یک کهکشان توی چهار نقطه مختلف دیده شده مطالعات زیادی روی این تصویر انجام شد و فرضیات مختلفی در موردش دادن ولی مطالعات اخیر نشون داد که دو تا نقطه کم نورتر که نسبت به اون چهار نقطه اصلی توی این تصویر دیده میشه همه اینها مربوط به یک کهکشان میشن یعنی همه این 6 نقطه مربوط به یک کهکشان میشن که نورش توسط این عدسی گرانش پخش شده و به این صورت به ما رسیده در واقع این نوع از عدسی گرانشی تا به حال دیده نشده بود دو تا از این نقطه ها در واقع دو بار خم شدن یعنی یک بار توسط یک جرم نورشون خم شده و بعد یک جرم دیگه توی مسیر نور اونها دوباره نور اونها رو خم کرده در واقع تو این تصویر سعی کرده که مسیر اون خم شدن نور اون منبع نور اصلی رو که یک کویزار یعنی یک کهکشان فوق فعال بوده رو نشون بده توی این نقطه ما اولین جرمی رو میبینیم که نور اون رو خم کرده و باعث دیده شدن چند تا از این نقاط شده و بعد هم یک جرم دیگه ای توی فاصله نزدیکتر از ما باعث خم شدن نهایی نور اون نقاط شده و این شکل عجیب رو تشکیل داده این مسیری که این نورها میرن تا به ما برسن باعث میشه که نور هر کدوم از این نقاط با یه اختلاف زمانی به ما برسه و اون دو تا نقطه کم نورتر مربوط میشه به نوری که بیشترین مسیر رو طی کرده تا به ما برسه. این جرم که برای اولین بار به این شکل تا به حال دیده شده خیلی برای مناجم هیجان انگیزه از این جهت که میتونه اطلاعات خیلی زیادی رو به ما در مورد موضوعات مختلف بده اینکه نور یک منبع داره در زمانهای مختلف به ما میرسه میتونه اطلاعات زیادی در مورد سرعت انبساط جهان در زمانهای مختلف به ما بده و علاوه بر اون با اندازه‌گیری میزان خم شدن نور ما میتونیم مقدار جرم موجود توی اون نقطه‌ای که نور خم کرده رو اندازگیری کنیم و با مقایسه اون مقدار جرم با جرمی که داریم میبینیم حدس بزنیم که چقدر ممکنه ماده تاریک اونجا وجود داشته باشه اگر اصلا چیزی به اسم ماده تاریک وجود داشته باشه حالا بعد صبر کنیم ببینیم که مطالعات بیشتر روی این تصویر خاص توسط منجم و مخصوصا کیهان شناسا به چه کشفیات جدیدی میتونه منجر بشه حالا بریم سراغ سومین تصویر جیمز وب یعنی تصویر کلاه مکزیکی یا بهتر بگم کهکشان کلاه مکزیکی کهکشان کلاه مکزیکی یا کهکشان سومبره رو یکی از کهکشان‌های خیلی معروف و نمادینه که قبلا هابل تصاویر خیلی زیبایی از اون رو گرفته بود این کهکشان که با اسم های M104 یا NGC 4994 هم شناخته میشه یکی از منحصر به فردترین ساختارهای کهکشانی رو داره که توی فاصله 31 میلیون سال نوری از ما قرار داره جذابیت این کهکشان فقط توی ظاهرش نیست مطالعات اخیر تلسکوپ جینزب روی این کهکشان یه رازهای تازه و شگفت انگیزی رو درباره این کهکشان برای ما فاش کرده کهکشان سومبره رو در نگاه اول شبیه کهکشان مارپیچیه که داریم از کنار بهش نگاه میکنیم اما بررسی دقیقتر نشون میده که این کهکشان ترکیبی عجیب از چند ساختار کهکشانیه اولا که هسته که کهکشان فوق درخشان و روشنه که نشون میده یک سیاه‌چاله فوق عظیم توی اون بین جرم یک تا 9 میلیارد برابر جرم خورشید وجود داره اون تخمین بالایی این عدد اون رو به یکی از عظیم‌ترین سیاه‌چاله‌های شناخته شده تبدیل میکنه ولی برخلاف انتظارات این سیاه‌چاله اصلا فعال نیست و انرژی قابل توجهی تولید نمیکنه که برای دانشمندای معما بزرگه دیسک اطراف این کهکشان که یک دیسک خیلی پهن و خیلی صاف و کاملا متقارنه که 100 هزار سال نوری عرض داره و منبع ستاره زایی بخشای بیرونی این کهکشانه سومبرو یه حاله گسترده ای از ستاره قدیمی هم داره که اون رو شبیه حاله کهکشان‌های بیزی شکل میکنه به خاطر اون هسته فوق پرنور این کهکشان تصاویری که هابل از این کهکشان گرفته بود خیلی جزئیات زیادی رو از اون نواحی مرکزی این کهکشان به ما نمیداد ولی حالا جیمز با امواج مادون قرمز تونسته جزئیات پنهان زیادی رو از این کهکشان برای ما آشکار کنه جیمز تونسته ساختارهای توده عجیبی رو توی دیسک این کهکشان مشاهده کنه که شامل هیدروکربن‌های های آروماتیک چند حلقه ای این مولکول ها معمولا توی فرایندهای ستاره‌زایی و شگیری سیارات خیلی نقش دارن برخلاف وجود این همه مواد غنی نرخ ستارزایی توی سنبره رو به طرز قابل توجهی کمتر از کهکشان‌های های مشابهه حتی از کهکشان راهشیری شیری خودمون هم کمتره جینزب توی سنبره رو تعداد زیادی خوشه های ستاره قدیمی دیده حدود 2000 خوشه که بیش از ده برابر تعداد خوشه های راه شیریه این خوشه ها ممکنه بقایای کهکشان کوچیکی باشن که توی گذشته با سنبره رو برخورد کردن در واقع تصاویر جینزب نشون داد که این کهکشان بیشتر از اینکه شبیه کهکشان راه و کهکشان های مارپیچی باشه شبیه کهکشان های حلقه یا اجسامی به اسم هاگز هست. اجسام هاگز که نوعی از کهکشان های هستند کهکشانهایی هستند که اجرام اونها به صورت یک حلقه متقارن در اطراف هسته قرار گرفته و بین هسته و اون حلقه تقریبا دیگه ماده خیلی زیاد و گرد و زیادی نداریم مطالعه سامبررو رو برای کیهان شناسا خیلی مهمه چون به سوالات زیادی میتونه جواب بده یکی از اونها نقش برخورد کهکشان ها توی تکامل اونهاست که همونطور که گفتم وجود تعداد زیادی از این خوشه های ستاره نشون دهنده تاریخچه برخورد های عظیم سامبرو بعد میتونه به محققات درک بهتری از ساختار کهکشان غوی بده چون که نزدیکترین نمونه از این نوع کهکشان هاست که یک آزمایشگاه طبیعی برای بررسی این نوع ساختارها به حساب میاد و در نهایت هم در مورد فعالیت سیاه‌چاله ها میتونه به ما اطلاعاتی بده چون همونطور که گفتم سیاه‌چاله مرکزی این کهکشان فوق العاده پرجن و عظیمه ولی فعالیت خیلی خیلی کمی داره و مقایسه فعالیت سیاه‌چاله سامبررو با سایر کهکشان ها میتونه به ما درک بهتری از نحوه تاثیر محیط بر رفتاری سیاه‌چاله چون محققان حدس میزنن که این محیط اطراف این سیاهچاله نمیتونه خوراک کافی برای فعالیت زیاد این سیاهچاله رو بهش بده. این سه تا تصویر جینزب به ما یادآوری میکنه که جهان هستی چقدر پر از شگفتی ها و معماهایی که هنوز راه زیادی برای کشف اونها داریم. منتظر نظراتتون در مورد این سه تا تصویر شگفت‌انگیز از جینزب هستم. خیلی ممنون که با من همراه بودید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.